افغان حکومت له 15 آسیایي هیوادونو سره هوایی دالیزونه پرانیزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي حکومت پلان لري چې له 15 نورو آسیایي هیوادونو سره هم هوایی دالیزونه پرانیزي. د دغې خونې مرسل خانجان الکوزي رسنیو ته ویلي د اقتصاد عالي شورا د سوداګرۍ وزارت او د هوانوردۍ ریاست ته دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې یوه طرحه چمتو کړي. ښاغلی الکوزي ویلي دغه دالیزونه به سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، آذربایجان، قرغزستان او اندونیزیا له افغانستان سره ونښلوي. دا مهال افغانستان یوازې له هند سره هوایي دالیز لري چې نوی ډلي او ممبئی ته د افغانستان تازه میوې او طبي بوټي صادروي. مهم بحث دا ده چې له هند وروسته به له یادو 15 آسیایي هیوادونو سره هوایي دالیزونه تر کومه بریده د هیواد د صادراتو پر ګټه تمام شي، ځکه مهمه نیوکه دا ده چې هند سره هوایي دالیز د سبسایډي پر مټ چلیږي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې له 15 آسیایي هیوادونو سره د نویو هوایي دالیزونو پر اغیزمنتیا بحث کوو چې پر موضوع بر اثره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخش حافظي او د افغانستان د صنایعو قانونو او پانګونې عالي شورا د عامل پلاوي رئیس محمد شبیر بشیري. ستړي مشي حافظ کوله وسله تاسو خپل کوم دغه 15 دالیزونه چې پرانستل کیږي د اغیزمنتیا په اړه ستاسو نظر څه ده؟ د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته ګران میلما، ستاسو همکاران او د تلویزیون درنو لیدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. یو طبیعي او واقعي اقتصاد دی او یو ارتفیشل یا مصنوعي اقتصاد دی. د مصنوعي اقتصاد شتون دوامدار نه وي، چې یعنی خودکفا نه وي، په خپل پښو باندې درېدلې نه وي، یعنی د سبسیډي پر بنسټ تجارت کول یا صادرات کول، دا تر هغه بریده پورې ځي چې بیا سبسیډي قطع شي. سبسیډي چې ختم شو بیا د تجارت په تبدیلیږي. نو بهتره به دا وي چې موږ د واقعي اقتصاد پر بنسټ خپل کلوله تنظیم کړو. او بل دا چې آذربایجان د لاجورد د لارې ډیر مهم هیواد دی. کله چې موږ د لاجورد لار لروم ځکنی او د ترکمنستان چې تیر شي هلته رسیږو آذربایجان ته، نو څه ضرورت دی چې بیا وایي کرښه ورته جوړ کړو؟ مثلا قرغزستان یا کازاخستان ته چې موږ ځکنۍ لاره ورته لرو او ریل ګاډي وی هم ځینې تیر شوي دي، نو هلته زما له نظره ګټورتوب نه لري. او دا چې دا سبسیډي چې یو اس ای ډي ورکوي او د هغه د مصرف لپاره لار رسول کیږي، دا بیره خبره. نو اوس ولې بیا حکومت دغه سیکتام کوي چې آذربایجان تاسو چې ویلي اوس ریل پټلیم شته، د مځکې د لارې امکانات شته؟ خدا دوی خوار وخت دی، تناقض وي دوی په اقداماتو کې. یو خدا دی چې دوی وایي چې موږ د لاجورد لاره جوړوو، که لاجورد لاره د ګټور لاره وي خو نو بیا هوایي کرښې ته څه ضرورت شته؟ هوایي دالیز ته څه ضرورت شته؟ ځکه چې خدا خو ګران دي. بله، هغه هیوادونه لکه اندونیزیا، لکه مثلا هندوستان چې پاکستان په منځ کې خند د چي او نم پریدي چې هلته لاړ شو، او د هغوی لپاره یا سعودي عرب ته چې لرې دي، وطن لري او د سو هیوادو څخه تیریږو او سمندري لاره موږ نه لرو، او په زمان کې امارات متحده عرب لپاره صحیح ده، ځکه چې کیدای شي چې دا یوه لاره اوسي. هماغه هیوادونو سره چې موږ ځمکنۍ پوله لرو او هغه سره کولای شو چې په ارزانه قیمت د سوداګری وکړو، هغه لپاره زما له نظره دا یوازې د سبسیډي د اخیستلو لپاره کوي، دا بل خبره ده. تناقض یو تناقض د حکومت په اقتصادي سیاست کې یا د صادراتي سیاست کې چې دوی په لوبوي هدف ده. تناقض زما ارزغه دي چې دوی ډیر تبلیغي چې موږ د انحصار څخه خلاص شولو او لاجورد لاره لرو یا چابهار لرو، دا لرو کد دغه لاجورد لاره څخه تاسو ګټه نشو پورته کولای او دا ګټور نه دی، ولی بیا د نو تبلیغوي. خو ګټه پورته کول دغه دی چې ریل وی شته دی، د ریل لري د په واګونونو کې دا دی بار کی او ویسی آذربایجان ته هغه په لس سنت یا 15 سنت تمامیږي. نو دلته 50 سنت یا 80 سنت یا 90 سنت سبسیډي ورکول او جنس هلته ولل څه ضرورت دی؟ ستاسو تجربه څه ده د هند سره چې کوم دوه هوایي دالیزونه پرانستل شوي دي لاندې دلی ممبئی سره؟ اول خو زه وایم چې تجارت او سیاست سره باید بیلي، دا سیاسي تبلیغات دي. پاکستان په افغانستان باندې بندیزونه ولګول، مشکلات خلق کړل،
دولت دې لپاره چې دا وایي چې نورې لارې هم شته دي، دغه لپاره او امریکایان هم دا حمایت کړل او سبسیدی ورکړل یو اس ای ډی، نو دا کار تر سره شو تر بریده پورې. او ټول زموږ صادرات په تیر کال کې 1500 تن دي. حال دا چې زموږ د صادراتو وړ لمده میوه او وچه میوه تقریبا 600,000 تن رسیږي. بله، که 1% وي 600,000 تنه باید وي، که 1%. نو په دې خاطر دا یو سلري کازمتیکی نمایشي بنا لري. دا د واقعي اقتصاد لپاره یو کوچنی ډیر کوچنی ګام دی. مننه راکرسم بم تاسو ته بشیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ پنځو نورو هیوادونو سره افغانستان هوایي دالیزونه پرانیزي او چې پڅو هیوادونو باندې حافظ صاحب نیوکه درلوده چې موږ ورسره د ځمکې د لارې هم لارې لرو ورسره اړتیا نه لیدل کیږي، ستاسو ارزونه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوب کابل نیوز، مردم عزیز ما، جناب حافظی صاحب. ببینین امی پنج کشوری که دلیز هوایی قرار است که ایجاد شود با این پنج کشور بستگی داره به موقعیت از او کشورها و میزان داد و ستد ما با او کشورها. مثلا پنج کشوری که تقریبا 60-70% کالایش در بازارهای افغانستان مصرف میشه پاکستان است، ایران است، ترکیه است، هند است و چین است. این پنج کشور است که تقریبا 50-60% کالای از ما در بازارهای کشور خود مصرف میکنیم و صادرات افغانستان وقتی که مقایسه میکنیم با واردات افغانستان یک تفاوت زمین آسمان داره، یعنی کسر بیلانس تجارت تقریبا از 90% و 90% رسیده، یعنی بیشتر از 90% است. و چیزی که افغانستان صادر میکنه بیشترین اقلام صادراتی افغانستان فصلی است، محصولات زراعتی هستند. ما صادرات صنعتی نداریم و در سکتور صنعت خود مزیت نسبی هم نداریم که باز توسط از او رقابت کنیم با کشورهای منطقه و جهان. بنانم این محصولات زراعتی خود در قدم اول که صادر میشه میکانیزم پایدار و مؤثر از او دلیزهای هوایی نیستند. یک بس. بس دیگه ای هستند که برای کشورهایی که محاط به خشک است که یک مقدار در تاریخ اقتصادی بشر اگر شما با وجود در کشورهای جنوب و امریکای جنوبی مطالعه کرده باشین، کشورهایی که مواد به خشکه هستن همین پلان بی را در پلان بی و بعضی هم در پلان سی خود ایجاد دلیزهای هوایی را قرار میتن، او را هم در صورت همین اختلافات سیاسی بین کشورهایی که از زمین را برشان میتن مثل پاکستان که ما را میشه اونمو کاریدور استراتژیک ماست کراچی به بحر و از او طریق صادرات به کشورهای دیگه، اگر اختلافات بسیار شدید میشه با سر پلان بی که همی ایجاد دلیزهای هوایی از کار تمرکز صورت میگیره، ولی نه برای دراز مدت، برای کوتاه مدت و میانه مدت تا زمانی که به عنوان یک آلی فشار از او استفاده شد و دوباره مو اختلاف حل شد و دوباره بریم برای ترانزیت زمینی. ولی برای افغانستان هم به عنوان یک کشور محاط به خشکه اگر در پلان بی خود ما بگیریم حکومت به ویژه در سیاست‌های اقتصادیش که ایجاد دلیزهای هوایی در پلان بی و سی به کار ببره و دلیزهای هوایی را ایجاد کنه، یک موضوع حافظی صاحب روشن ساختن که همی تجارت با سبسایدی نمیشه، همی سبسایدی هم یک میکانیزم پایدار نیست. اگر یو اس ای دی باشه یا خود دولت افغانستان باشه نمیتونه که به یک دوره دراز مدت این سبسایدی را متقبل شوه. یا اگر حکومت تغییر میکنه طبعا سیاست ها تغییر میکنه، روابط تغییر میکنه، سیاست های روابطی تغییر میکنه، بنان رای حل پایدار نیست. ولی از کوتاه تا میانه مدت ما زمانی که دلیز هوایی بین هند و افغانستان ایجاد شد که ناشی از اختلافات سیاسی بود و ناشی از رقابت های هند و پاکستان بود که هندی ها علاقه مندی نشان دادن، یک مقدار آسان سازی کردند در پروسه ها، مثلا سرتیفیکیت و غیره و بحث گمرکی، آسان سازی های گمرکی را که در امرتسر و دیلی و غیره انجام دادن، خود نشان میداد که امو عمق رقابت هند و پاکستان که ما در بین اردوش گیر ماندیم، یک امر واقعی است که در بین رقابت های هند و پاکستان ما گیر مانیم و هر دو در داخل کشور ما رقابت های نامرئی دارند. این اوز افغانستان سرده سیمکانات شده چی مخی حفیظی سب اشاره کوله چی اقتصاد و سیاست باید سربیل شی، اقتصادی مسئل باید پخپل زیوی او سیاستون پخپل زیوی، دقا سیمکانات گوره پا افغان حکومت که چی سیاست او اقتصاد سربیل کی؟ اصلا ما فکر میکنم که در شرایط کنونی افغانستان و بدون شک اپروچ امتو یک چیز است، باید امتو باشه تجارت و سیاست، یعنی ما از دید سیاسی به تعاملات تجارتی نبینیم. اگر از دید سیاسی به تعاملات تجارتی دیدیم بدون شک که تصامیم سیاسی گرفته میشه، مثل بودجه ما، شما بودجه ملی افغانستان یک بودجه سیاسی است نه یک بودجه تکنیکی و مسلکی و فنی. بنانی مشکلات در افغانستان محسوس است، دیدگاه ها سیاسی هستند و دیدگاه ها به اساس روابط منطقه‌ای
و رقابت های منطقه‌ای و تصامیم ما هم قسمی که اشاره کردم که در بین این رقابت هند و پاکستان ما خود گم می‌کردیم همیشه و اونا همیشه در رقابت های خودی همین تاکتیکا و همین فن ها و همین مانورا را اجرا می‌کردند. موضوع فکر نکوی چې په همدا غسه افغانستان او سمغه نقطه ته رسیدلې ده چې تاسو مخ کې اشاره کول چې نور هوادونه هوایی دالیزونه د سی او بی پلانونو په هیڅ استعمالوي اوس افغانستان په همغه وضعیت کې نه ده. ما فکر میکنم که امروز پلان ای از برای دولت افغانستان ایجاد دلیس های هوایی پلان بی و سی نیست. ما به منظور انکشاف صادرات افغانستان امو کنتیرو بیشنس یا امو چیزهایی که یا وسایلی که یا ابزاری که سهم بسیار استراتژیک در بحث انکشاف صادرات میتونه داشته باشه او را اگنور کردیم در داخل کشور، بالای از سرمایه گذاری نمی کنیم، بالای از توجه نمی کنیم، دنبال ایجاد دلیس های هوایی هستیم و هم بر زراعت فصلی که منتظر باران است که میکانیزه نشده نمی فهمم سردخانه نداره، ولی یک مقدار تقاضا که در بازارهای منطقه داره او را میخواییم توسط هواپیما انتقال بتیم. فقط مبنای انگیزه شم رقابت های سیاسی هستن. این دلیل سده چه خپل پا هیواد که دنه نپاق سیاستون رو بانده لکه پا کورانه تولیدات رو بانده فکر نکیگی و پزه داشت سوی مصروف ده هوایی دالیزون رو ده پرانستنه دی. خب دلیل از زیره ما نمیفهم پیش خود حکومت است که چی دلیل دارن که بالای انکشاف صادرات در داخل کشور کار نمیکنن، بالای ازی کار نمیکنن که ما در تولید چند کالا یا چند سکتور مزیت نسبی خود داشته باشیم، وقتی که ما همین سکتور تولید افغانستان متخصص بسازیم و تخصص گرایی اسپشیالایزیشن داشته باشیم در سکتور تولید ما، خطوط تولیدی را مشخص بسازیم، از این سردرگمی برایند در یک انسجام اکادمیک قرار بگیرند. بدون شک که ضرورت به ایجاد دالیزهای هوایی نیست، وقتی که تقاضا برای کالاهای کشور ما در بازارهای منطقه ایجاد شوه به هر شکلی که باشه فشارهای منطقه‌ای باعث میشه برای کشور همسایه که او برای ما رابطه تا ما کالا را به بازارهای از من نباشه رسیم. این دلیل بلا حفیظ سخم و پختو چه دلیل دیدیست که دیشی چه حکومت سره دغه سي فرصتونه شته چې په خپل کورنۍ تولیداتو په پرختیا باندې کار وکړي په زیاده چې هوایی دالیزونه په پرانستن باندې مصروف شي؟ ستاسو له نظر دلیل سره د دنیا هر کشور ویژگی های خاص اقتصادی خود داره. افغانستان خوشبختانه از مزیت های بسیار زیاد برخوردار است. افغانستان دارای تمام معادن به استثنای الماس که دو تثبیت نشده تا بالا دیگه تمام عناصری را که در جدول مندلیف است داره در خود. بله. افغانستان آبهای سرگردانی داره که با برآوردهای بسیار ابتدایی قبلی 60 سال پیش 30,000 مگاوات برق آبی ما داشتیم که حالی با تکنولوژی نو تا 70-75,000 مگاوات هم میتونه ارتقا کنه. ما زمین بکر و بایر داریم که از زمان حمله چنگیز به بعد 800 سال 900 سال میشه که بکر و بایر است و او پر از نایتروژن است و پر از انرژی است و آبها هم از پالی از او تیر میشه. ما تا بال قادر نشدیم که آبها را با وسایل زمین ها ببریم. ما نیروی کار مستعد داریم که بیش از به یک تعبیر 40% به یک تعبیر 80%ش بیکار است. به خاطر از اینکه میگن در سکتور زراعت 50% مصروف است، 56%ش بیکاری پنهانی است. برای از اینکه در پیشرفت‌ترین زراعت دنیا که زراعت مکانیزه امریکا است 1% نیروی کار به بخش زراعت مصروف است که 300 میلیون نفر در خود امریکا نان میده، 500 میلیون دیگر صادر میکنند. بنابراین ما چیز را داریم که 50% در زراعت مصروف کنیم. این خودش یک نوع بیکاری است، یک زراعت بدوی است، یک زراعتی است که یه تراکتور بیل میزنیم و ایواز از این که ما بیاری قطره‌ای داشته باشیم میراب داریم به سر شانه خود باز میره، 10 نفر سر آو جنگ میکنن با یک دیگه خود میزنن. بسیار کارای ناشده در اقتصاد موجود داره. سوال هم دلته او چه منگ ده یو پایدار یا یو ثابت اقتصاد ثابت تجارت لپاره فرصتون لرو ولی کار نتری اخستل که گی دلیل پختانه میده او جد ولی نکی گی دا کار طول از خد مخه وای چه رهنمایی کی توانیه که خود را راندنی. اول باید دولت خپل کلنلار او لری پلوی اقتصاد کی در طول اقتصاد افغانستان و چیری ده مشکلات برسیره کی آسیب شناسی کی پتالوژی کی بیا ده یو رغند اقتصاد اساسی کرخی برسیره کی او طول ارخونه چه پداغ مشارکت کی گدون لری لکه خصوصی سکتور لکه خپل دولت لکه مشارکت پی 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 یا پابلک پرایوت پارتنرشپ والا دا ټول سره په یو لوی پکیج کې د دوی وظایف معلوم کی یا په اصطلاح اندیشه راهنمای ملی یا لارخود ملی فکر لارخود اقتصادی ملی فکر باید برسیره شي
او دغه پر بنسټ ټول په خپل وظایف باندې یو پیږي تر اوسه پورې منتاسه پرته لمدا کزمتیکی شیان او نمایشي شیان چې ټک 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 د کمپیوټر څخه تجربه دی ګواتیمالا نی رانیسی او ولاتونه مزین وخت زین هیریږي د بدخشان په ځای مثلا یو ځای دی ګواتیمالا راځي تیریږي یا د وینزویلا یا بل هیواد یا د نور د پر مخ په پرمختیا هیوادونو څخه کاپی اخلي پیسې یا پیسې چې دلته برسیره شوې دي چې باید بیا پلان شي کانسپټ شي پروپوزل شي دا پیسې دوی په خپل جیب اچي د سیو بنسټیز ریښهیي کار نه دي شوی چې د واقعیتونو پر بنسټ وي د افغانستان د واقعي هغه مزیتونو باندې استوار وي تر څو چې دولت اول خپله دولت باید هغه اساسي کرښې د اقتصادي پالیسي او اقتصادي سیاست استراتیژي خپل وټاکي پاس له هغه د هغه پر بنسټ تفصیلي پلانونه د اقتصادي جوړ شي د مثال په توګه همدغه یوازې دغه د صادراتو پاکړه اکسپورټ پرموشن لپاره کتابونه باید ولیکل شي دا خو نه شي کېدلی چې د یو کم بزات فکری سره توان سره مونږ راشو او دلته د توې چې دغه څه وکړو دغه څه مکوي دا صلاحیت نشته مونږ سره نو اوس حکومت سره یو دلیل د وابستګي د کمولو دی وای مونږ په دې کارونو سره غواړو مونږ وابستګي کم شي چې ډیره کم وابستګي کم شي په پاکستان باندې وابستګي کم شي چې بس 1500 سلويخت تن میوه صادرات په یو کال کې سمانه لري ما درته ویل چې شپږ سوه زره تنه مونږ واجد شرایط وچې او لندې میوې لرو او طبي نباتات لرو چې خارج ته صادر کړو اوس که دا 15 دالیزونه پرانستل شي دغه وابستګي صحیح ده چې تاسو ویل هند سره ډیره ګټور نه ده یو فیصد هم هیڅ ځای کې ګټور نه دی په دې چې دا د سبسیډي پر بنسټ دی او نتیجه یې په دغه تیر کال اول خو ویل شوی چې په ورځ کې شپږ سوه تنه منګه زردالو صادرو په ورځ کې شپږ سو تنه په ټول کال کې سل تنه صادر نشو bale دا شپه 1500 سلويخت شپېته تنه صادرول هغه ډیر حمایت سره حمایوي سیاست سره چې دا یو سي دي مثلا 50% شپېته 50% تر 90% دوی سبسيدي ورکړل دا څه ګټه کوي سبا ما د تیار ځوکل چې کله چې تاسو د صادرات ترجیحي نه دی دا رقابتي صادرات نه دی دا حمایوي صادرات دي چې د سیاسي بڼه لري په دې خاطر دا یو زمانه نظره یعنی زه د غالي زلي و خغلي ولسمشر د افغانستان د ډیر شوق لمخې چې د صادرات سره دلودل دوه غشتې هوایي دګر تلا دای چې دای خپل لاس کې پرانیزي هغه صادرات آیا رئیس جمهور د افغانستان چې زید خپل د دفتر څخه د ارګه څخه تر هوایي دګر پورې تاسو پوهیږئ چې څو ساعته لري بندګي او دغه بندښت پر اساس سونه تیل مصرفیږي سونه خلق د خپل کارونه څخه پاتې کیږي دا چې تاسو وسنجوي درې سلور میلیون ډالر په ورځ کې ضرر دي اما ټول ګټه د دغه په ټول کال کې د دغه هوایي کرخې 2 میلیون ډالر ته رسیدي منافع بیا پر هلارو تاسو سره راګرځم بشری صاحب تاسو خو دغه هوایي دالیزونو یو بدیل په خپل په کور دننه د خپل تولیداتو پراختیا وبلل نور د سی فرصتونو موږ سره چې موږ سره په پایدار اقتصاد په پایدار تجارت کې مرسته وکړي بسیار زیاد تشکر. ببینید یک زمان همی قسمه که ما خوش هستیم که در سال جاری به این اندازه نمیفهم شیرین بویه صادر کردیم، به این اندازه نمیفهمم یک نباته که در ایراد زیاد مروج است چینا زعفران صادر کردیم، به این اندازه انگور صادر کردیم. یک زمان ایندی ها به این صادرات بسیار خوش بودن، یک مقدار شیرین بویه و زعفرانی که به انگلیس صادر میکردن بسیار خوش میشدن، میگفتن به این سال به این فیصدی ما زعفران و شیرین بویه صادر کردیم. ولی در بدل وقتی که انگلیس ها می آمدن یک چند کیلومتر خط آهن برای هندی ها می ساختن، تمام بودجه هند می بردن با خود، با چند کیلومتر خط آهن تمام بودجه هند می بردن، ولی وا خوش بودن که ما شیرین بویه صادر کردیم. هر زمانی که شما ادعا کرد دولت که یک فیصدی مشخص مس جهان افغانستان صادر میکنه، اون وقت شما صاحب اقتصاد متکی به داخل افغانستان میشین، با شیرین بویا و زعفران نمیشه. یک بس بس دیگه ای هستن که برای شیرین بویا و زعفران حال شما خود دلی زوایی میسازین و این ملت ها میگین که دولت به این اندازه کار میکنه. شورای عالی صنایع معدن و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان مرکز استراتژیک علمی صنعت افغانستان که در راستای انسجام اکادمیک سکتور